Ladies and gentlemen, I'm very proud to present to you Maryam Rajavi. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un plaisir de vous voir. Cette conférence se tient dans une situation critique. Je remercie le comité des maires français en défense d'Ashraf pour leur mobilisation et les milliers de soutiens qu'ils ont déjà obtenu. Ils sont une fois de plus en première ligne aux côtés d'Ashraf. Le monde demande une protection pour les résidents d'Ashraf, mais le régime des Mollahs et ses alliés en Irak posent tous les obstacles. J'appelle le monde a se dressé contre un massacre que les Mollahs et le gouvernement irakien annoncent tous les jours. J'appelle les États-Unis, l'Union européenne, la Ligue arabe et les Nations unies. Le temps de l'inaction est terminé. Demandez fermement l'annulation de l'ultimatum criminel du gouvernement irakien. Opposez-vous à sa décision de déplacement forcé des résidents d'Ashraf et au Conseil de sécurité, décidez l'installation d'observateurs de l'ONU et des casques bleus à Ashraf jusqu'au transfert complet des résidents. Ne permettez pas la répétition du massacre du 8 avril. Écoutez l'appel de Aziz Rezaï, mère et parente de 8 martyrs. Écoutez l'appel de plusieurs mères et pères, sœurs et frères, et ne permettez pas la répétition d'une catastrophe. Soutenez la résistance iranienne qui prône un Iran libre et démocratique, un Iran de liberté, l'égalité et de fraternité, un Iran laïque qui respecte l'égalité entre les femmes et les hommes et permet aux femmes de choisir librement leurs vêtements et de participer au leadership du pays. Un Iran non nucléaire, un Iran avec des élections libres et démocratiques. Oui, ce sont les valeurs de la résistance iranienne contre les mollahs répressifs et terroristes en Iran. Aidez-nous, oui, aidez-nous pour construire cet Iran que nous aimons tous. Merci pour votre soutien et votre solidarité. دوستان عزیز، میخوام که قبل از هر چیز عید قربان رو تبریک بگم
از اینجا به همه اشرفی ها، به مردم ایران، به شما، به همه خواهران و برادرانمون در سراسر منطقه و در سراسر دنیا، برای اینکه عید قربان یکی از بزرگترین اعیاد مسلمان ها هست، به خصوص برای مردم ایران با 120 هزار فدیه آزادی که دادند، قدر این عید و ارزش اون رو خیلی خوب میدونن، چون ارزش های والایی مثل آزادی و دموکراسی فدیه های گران قیمت میخواد، همچنان که الان خلق های منطقه در حال تجربه اون هستند. دوستان عزیز، حضار محترم، با پایداری مجاهدان اشرف، با یاری شما و با کوشش حامیان شریف مقاومت در سراسر جهان که شماری از آنها در این کنفرانس حضور دارند، امروز جهان در کنار اشرف ایستاده است. آخوندها و دست نشاندگان عراقیشان در انزوا و منفوریت به خود می پیچند، اما از نیات شوم خود درباره اشرف دست بر نداشتند. پس باید برای مبارزه، برای رسیدن به حقوق اشرفی ها، یعنی حق حفاظت و حقوق ساکنان اشرف، تلاش و مبارزه خود را صد چندان کنیم. روز 12 آبان 42 نماینده کنگره آمریکا از دبیر کل ملل متحد خواستند که مقر کمیساریای عالی پناهندگان و کمیساریای عالی حقوق بشر را در اشرف بنا کنند تا در همکاری با یونامی و هیئت نظارت ملل متحد در محیطی امن برای پناهندگی ساکنان اشرف کار کنند. باز مجدداً روز 12 آبان نماینده ملل متحد در عراق اعلام آمادگی کرد که با تمام امکانات ملل متحد برای حل این بحران تلاش کند. باز روز 11 آبان کمیته خارجی کنگره آمریکا در قانون مصوب خود تأکید کرد که دولت عراق نباید کمپ اشرف را ببندد تا زمانی که کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بتواند پروسه خود را تکمیل کند. همچنین روز 10 آبان عفو بین الملل در بیانیه عمومی خود از دولت عراق مصرانه خواست که این ضرب الاجل را تمدید کند. همچنین روز 7 آبان 180 نماینده پارلمان اروپا همین درخواست را اعلام کردند. در سراسر ماه مهر آبان و حتی قبل از آن، هر روز از کشوری یا پارلمانی یا یک ارگان بین المللی صدای بلند برای لغو ضرب الاجل و احقاق حقوق اشرفی ها در جهان پیچید. با این همه دولت عراق گوش خود را به تمام دنیا بسته و تنها و تنها به دستورات فاشیزم مذهبی تهران گوش می کند. درست به همین دلیل باید مظلومیت و دادخواهی ساکنان اشرف و تمام مردم ایران را 100 بار بیشتر فریاد کرد و همونطور که مسعود گفت، اگر مانند مجاهدان آزادی ستان اشرف چون کوه استوار بمانید و بهای آن را هم هر چه باشد بپردازید، دنیایی به حمایت برمی‌خیزد و بشریت معاصر با ارزش‌های بدون مرز انسانی، با آزادی خواهی خود در کنار ملت ما قرار می‌گیرد. دوستان عزیز، روز 12 آبان در کنفرانس مشترکی با حضور نماینده دبیر کل ملل متحد در عراق، مشاور نخست وزیر عراق گفت اگر بر سر یک راه حل سریع توافق شود، دولت عراق تمدید ضرب الاجل را در نظر می‌گیرد. کمتر از 2 ساعت بعد از این اظهارات، دولت عراق با انتشار یک بیانیه رسمی بار دیگر بر بستن اشرف در پایان سال جاری تاکید کرد.
یعنی به روشنی نشان داد که مانع اصلی بر سر راه همه تلاش ها بر راه حل هاست. در غیر این صورت اگر دولت عراق خواهان راه حل است، قبل از هر چیز باید بساط 300 بلندگویی را جمع کند که در همین لحظه در حال تهدید اشرفی ها به مرگ و نابودی است، کما اینکه باید محاصره ظالمانه ای را بشکند که از هر نظر، چه به لحاظ پزشکی، چه به لحاظ دارویی، چه لوجستیک و سوخت، ساکنان اشرف را در مضیقه بسیار قرار داده. باید به این محاصره خاتمه دهد و به کمیساریای پناهندگی اجازه دهد کار خود را هر چه سریعتر در اشرف آغاز کند. بله، همه راه حل ها در دسترس است، اما اولین قدم این است که باید لوله سلاح ها را از روی شقیقه مجاهدین بردارند. این ضروری است همین حالا. دوستان عزیز، به کارنامه دولت عراق در این مدت توجه کنید، همچنان که عفو بین الملل اخیراً در بیانیه فوری خود خاطر نشان کرد، هیچ گونه تحقیقاتی توسط دولت عراق درباره جنایت 19 فروردین تا به حال صورت نگرفته و روشن است که دولت عراق همچنان به ممانعت از تحقیقات ادامه می‌دهد. دولت عراق همچنین مانع آن شد که هیئت‌های کنگره آمریکا و پارلمان اروپا از اشرف بازدید کنند و حاضر نشد با مأموریت نماینده شخصی خانم اشتون همکاری کند. و از همه مهمتر این که با ایجاد موانع متعدد هر گونه حرکتی در جهت انتقال ساکنان اشرف به کشور ثالث را سد می‌کند. این ممانعت‌ها تا کنون به سه شکل عمده عمل کرده است. نخست، کارشکنی علیه تصمیم کمیساریای عالی پناهندگان برای تعیین استاتوی ساکنان اشرف. همچنان که می‌دانید، در 22 شهریور گذشته کمیساریا رسماً ساکنان اشرف را پناهجویان مشمول حفاظت‌های پایه‌ای اعلام کرد. از آن زمان تا همین امروز دولت عراق پروسه تعیین استاتوی پناهندگی ساکنان اشرف توسط کمیساریا را مختل کرده و به آنها اجازه کار نداد. حالانکه برخورداری از استاتوی پناهندگی لازمه انتقال به کشور ثالث است. دومین کارشکنی، دولت عراق تلاش برای جابجایی اجباری ساکنان اشرف در داخل عراق را به عنوان یک ضرورت قبل از هر تصمیم، قبل از هر پروسه و قبل از هر کار در دستور کار خود قرار داده. زمین چینی برای جابجایی اجباری که مدتی سفارت آمریکا در بغداد از آن حمایت می‌کرد، فقط باعث اتلاف وقت چند ماه گذشته شد و به طرح حفاظت ساکنان اشرف و انتقال آنان به کشور ثالث لطمه جدی زده. اما سومین کارشکنی، تعیین ضرب العجل برای بستن اشرف تا پایان ماه دسامبر است که فضا و فرصت لازم برای هر گونه راه حل مسالمت‌آمیز، به خصوص پروسه بازسکان را از بین میبرد. این ضرب العجل دستورالعمل آخوندهای تهران است. موضوع اصلی قرارداد هفت ماده ای میان رژیم و دولت عراق است. در حالی که کمیساریای عالی پناهندگی رسماً خواستار به تعویق انداختن ضرب العجل شده و همچنان که گفتم بسیاری از پارلمان ها و سازمان های بین المللی میگویند این ضرب العجل هیچ مشروعیتی ندارد
و باید به سرعت کنار گذاشته شود. باید یادآوری کنم که مقاومت ایران و ساکنان اشرف جز نابودی و تسلیم برای هر گزینه دیگری آماده بوده و هستند. ساکنان اشرف در ماهای گذشته 7 راه حل را به همه مقامات زیصلا پیشنهاد کردند. از جمله این طرح‌ها که اغلب در اختیار خبرنگاران و مقامات بین‌المللی گذاشته شده، در میان آنها انتقال به کشورهای اروپایی و همچنین انتقال به کشورهای همسایه و یا سایر طرح‌ها وجود دارد. از فردای 19 فروردین در نامه‌های متعددی به دولت آمریکا خواستار انجام مسئولیت آنها برای حفاظت ساکنان اشرف تا هنگام بازسکان آنها شدم. در 100 نامه به رهبران کشورهای اروپا و رهبران کشورهای عرب و خاورمیانه که باز اینجا نمونه های از اون رو برای شما آوردم، آنها را به حمایت از طرح انتقال ساکنان و تأمین حفاظت آنها فراخواندم. 10 بار به دبیرکل ملل متحد و نهادهای سازمان ملل نامه نوشتم و از آنها تقاضا کردم که ناظران خود را تا پایان انتقال اشرفی‌ها در اینجا مستقر سازند. ما به آنها گفتیم و باز هم میگوییم که حاضریم هزینه حفاظت ناظران ملل متحد را نیز تأمین کنیم. در نامه‌های متعدد و در بسیاری ملاقات‌ها از مقام‌های کشورهای اروپا تقاضا کردم که لااقل شماری از مجروحان سخت حمله 19 فروردین را بپذیرند، اما متأسفانه تا به حال پاسخ مثبت اندکی دریافت کردم. با این همه باز از جامعه جهانی می‌خواهم توانایش را برای جلوگیری از جنایت جدید در اشرف به کار بگیرد. وقتی که دولت عراق تمام راه‌ها را به بن‌بست کشانیده، نباید در برابر او بی‌تفاوت ماند. نباید اجازه داد سربنیستای دیگری رخ دهد و نباید اجازه داد تجربه جابجایی‌های دوران نازی‌ها تکرار شود. این مسئولیت جامعه جهانی است. بله، این مسئولیت جامعه جهانی از جمله فرانسه و انگلستان و سایر کشورهای اروپایی می باشد که هم مسئولیت اخلاقی و هم مسئولیت قانونی بر طبق اصل آرتوپی دارند. فرانسه و انگلیس و شماری از اعضای اتحادیه اروپا در قبال سرنوشت مردم بنغازی احساس مسئولیت کردند، زیرا آنها در معرض یک قتل عام بودند. باید تأکید کنم که خروج قوای آمریکا از عراق مسئولیت دولت این کشور درباره حفاظت ساکنان اشرف را منتفی نمی کند. در دوره ریاست جمهوری آقای اوباما تا به حال 2 قتل عام در اشرف رخ داده است. بنا به فیلم‌ها و شواهد قطعی، اگر دستور موافق نبود، قوای آمریکا قادر به جلوگیری از فاجعه بودند. به قول فرماندار رندل که اینجا حضور داره، به اونها دستور داده شد به اشرف پشت کنند و با خروج خود اجازه دهند که این قتل عام صورت بگیرد. از یاد نمیبریم که دولت کنونی آمریکا حفاظت اشرف را در شرایطی به دولت دست نشانده رژیم آخوندی در عراق داد که میدانست دولت عراق قصد سرکوب آنها را دارد. دولت آمریکا همچنین قرارداد امضا شده خود
با تک تک ساکنان اشرف درباره حفاظت آنها را زیر پا گذاشته. به علاوه دولت آمریکا با تأخیر غیر قانونی در حسب نام مجاهدین از لیست به دولت عراق برای سرکوب و محاصره ساکنان اشرف مجوز داده است. به گفته جنرال شلتون، آمریکا همه امکانات را برای حل مسئله اشرف و مجاهدین در اختیار دارد. و همانطور که سناتور توریسلی خطاب به آمریکا گفته است، اگر تن به خواست ملاها برای از بین رفتن ساکنان اشرف بدهید و اگر هیچ اپوزیسیونی در برابر ملاها در هیچ کجای کره ارض نباشد، آیا باور دارید که این آخرین خواسته رژیم ایران خواهد بود؟ بنابراین همچنان که این دولت مردان بزرگ بارها بازخواست کردند، بر رای دهندگان آمریکا و منتخبان آنها هم هست که از دولت خود بازخواست کنند و بپرسند که چرا با پول مالیات دهندگان سلاح‌ها و هاموی‌هایی در اختیار دولت عراق قرار داده است که از آن برای کشتار فرزندان به پا خواسته مردم ایران استفاده می‌کند. چرا دولت اوباما در حرف با آخوندها مخالفت می‌کند اما در عمل با تحت فشار گذاشتن مقاومت مردم ایران رژیم حاکم را تقویت می‌کند؟ تا آنجا که به مردم ایران برمی‌گردد، ما به دولت آمریکا می‌گوییم باید پاسخگوی خونهایی باشد که در 2 سال گذشته به ناحق در اشرف بر زمین ریخته شد و باید به تمام مسئولیت‌های خود در امر حفاظت ساکنان اشرف عمل کند. به خصوص که در حال حاضر خوشبختانه جبهه بین المللی گسترده‌ای از انسان‌های والا با ارزش‌های بدون مرز انسانی شکل گرفته. آنها ژنرال‌ها، دولتمردان، نمایندگان بزرگترین مقاومت سازمان یافته علیه دیکتاتوری آخوندها هستند. پس وای به حال آخوندها و وای به حال دیکتاتورها و وای به حال دولت‌های غربی که باید روزی به آنها پاسخ بدهند که با تعهدات و قولها و ارزش‌های ملت‌هایشان چه کرده‌اند. والا که در سیاه‌ترین دوران تاریخ مردم ایران در کنار مردم ایران و مقاومت ایران جبهه‌ای به این گستردگی شکل داده اند. پس وای به حال آخوندها، درود بر همه آنها. راه حل بحران اشرف در دسترس است. راه حلی 1000 بار ساده تر و شدنی تر از راه حل بنغازی، زیرا نه به دخالت نظامی نیاز دارد نه به هزینه کلان. راه حل عبارت است از بردن مسئله اشرف و مقاومت ایران به شورای امنیت برای استقرار کلاهابی های سازمان ملل و استقرار تیم مانیتوری به طور دائم در اشرف برای حفاظت از ساکنان در خلال بازسکان. این
مسئولیت مشخص دبیرکل ملل متحد، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا است. و ما جامعه جهانی را فرا می‌خوانیم که در کنار مردم ایران و مقاومت آن قرار بگیرند و ما آنها را فرا می‌خوانیم که برای لغو ضرب العجل سرکوبگرانه و برای نجات جان و زندگی هزاران انسان بیگناه و بیدفاع تلاش کنند، به خصوص در دورانی که بهار عرب شکوفا شده و به پیش می رود و مقابله با دیکتاتوری آخوندها و حمایت از مقاومت سازمان یافته مردم ایران در برابر آنها بیش از هر زمان دیگر ضروری است. با تشکر از همه شما.